این هفته واقعیت مجازی برنامه ما رو تسخیر کرده. تب وی آر در صنعت گیم رو بررسی خواهیم کرد. به ملاقات پیشگامان و نوآوران واقعیت مجازی خواهیم رفت. یک قاب گوشی رو بررسی میکنیم که به شکل جویستیک و به دست یک زوج ایرانی ساخته شده و سوار کوچکترین دوچرخه برقی دنیا میشیم تا ببینیم چه حس و حالی داره. بیننده کلیک هستید و من نیما اکبرپور هستم. همین الان که من در خدمتتون هستم، تب وی آر یا واقعیت مجازی خیلی از تولید کنندگان عمده فیلم و گیم رو درگیر خودش کرده. به قولی بیشتر اونها جوگیر هدست ها و لوازم جانبیشون هستن. اما سوال اینجاست که آیا وی آر ارزش این همه هیجان و هیاهو رو داره؟ در برنامه این هفته کلیک به پاسخ این پرسش میپردازیم. کالیفرنیا، لاگونا بیچ، مقر کمپانی نکست وی آر، شرکتی که تخصصش استریمینگ و پخش مستقیم مسابقات ورزشی در دنیاست، البته از طریق هدست های وی آر. اونا در لحظه ورود ما به شدت درگیر پوشش رقابت های گلف یو اس اوپن بودن. نکست وی آر برای طرفداران ورزش های پرسرعت امکانی را فراهم میکنه که تا پیش از این فقط در اختیار افراد خاص یا پولدار بود. صندلی های ردیف جلو، طوری که از نزدیک جریان مسابقه را احساس کنند و آزادی کامل دید داشته باشند به هر جهتی که میخوان. و این تشکیلاتیه که برای پوشش مسابقه از همه زوایا مورد نیازه و مشتمل بر مجموعه دوربین استریوسکوپی که به شدت واید انگله که هر کدومشون با رزولوشن فوق‌العاده بالای 6K فیلم میگیرن. اما تولید و پخش زنده تصاویر مناسب برای هدست های وی آر کار مشکلیه، از این جهت که کل فضای دید قابل پوشش میتونه تا 24000 پیکسل هم برسه، در حالی که چنین تصویری با این حجم سنگین ممکنه رو هدستی که وصله به یک موبایل بخواد پخش بشه، اونم از طریق یک شبکه موبایلی نسبتاً کند. سختی کار اینه که بشه تصویر دقیقی رو از دنیا به سرعت بازتولید کرد. در اون حد سری که اگه یه بازیکن بسکتبال داره در طول زمین میدوه، بتونیم نقشه دقیقی از اون اتفاق در حال وقوع داشته باشیم. برای نمایش سریعتر و دقیقتر عمق سه‌بعدی تصویر، اون مجموعه دوربین هایی که گفتیم در برگیرنده یه سری دوربین های لایت فیلد هم هستن که اختصاصاً متمرکزن رو ثبت اطلاعات عمق میدان تصویر. یه ترفند دیگه هم برای پایین آوردن حجم دیتا اینه که بخش عمده تصویر با رزولوشن پایین ارسال میشه و فقط اون بخشی از تصویر که شما روش فوکوس کردین با رزولوشن بالا استریم میشه. و در نهایت برای رقابت‌های ورزشی که همه چیز جلوی چشم تماشاگر اتفاق میافته، نکست وی آر فقط از یک جفت دوربین 3D استفاده میکنه و میدان دید رو به 180 درجه محدود میکنه که همین خودش سایز تصویر رو میرسونه به نصف. دیجی رولر فیلمساز یکی از پایه‌گذاران این شرکته که تجربه تهیه کنندگی و کارگردانی در نامناسب ترین مکانها در دنیا رو داشته. ما درباره ورود وی آر به دنیای فیلم و انواع سرگرمی های دیگه تصویری صحبت کردیم و به طور خاص ازش پرسیدیم که اگه قراره طوری از یک صحنه تصویر بگیریم که بینندش بتونه اونو 360 درجه ببینه، پس تیم پشت صحنه رو کجا باید مخفی کرد؟ دفعه اول که اومدیم یه کار خیلی دراماتیک بکنیم، فکر کردیم با این چجوری میشه کار کرد، در حالی که تیم تولید پشت شما و نورافکن ها همون بالا. ولی چون این روزا اغلب صحنه ها رو با کامپیوتر و نرم افزارهای کد میسازن، فیلم گرفتن از در و دیوار به درد میخوره، چون در اون صحنه دراماتیک برمیگردین و میبینین پشت سرتون یه دیواره، نه یه تیم فیلم برداری. پس تیم پشت صحنه رو میشه حذف کرد، اما با این اوصاف چی به سر بازیگرا قراره بیاد؟ چون با این شیوه تولید فیلم باید شاهد ظهور نوع تازه‌ای از بازیگری باشیم. خیلی جالب میشه. این اون زمان که از فیلم‌های صامت رفتیم به فیلم‌های ناطق. بعضی از هنرپیشه‌ها در فیلم‌های صامت بهتر بودن. وی آر هم همینطوره. سطح کیفی بازیگری در یه جای دیگه ایه و ممکنه یه سری بازیگرای دیگه در وی آر به موفقیت برسن. اینکه بخواید خودتون رو جای تماشاچی یک رویداد ورزشی یا کنسرت موسیقی قرار بدید، این روزها دیگه یکی از بدیهیات واقعیت مجازیه.
اما هستن شرکت‌هایی که میخوان با VR کارهای کاملا متفاوتی انجام بدن و کاربردهای جداگانه‌ای براش تعریف کنن. از جمله یکی از این شرکت‌ها که تونسته بود با اوکولوس سرصدای زیادی چند سال پیش بپا کنه. سومیداس به ملاقات این شرکت در سان فرانسیسکو رفته. من معمولاً وقتی فیلم میبینم اینجوری نیستم. ولی خب اینم یه فیلم معمولی نیست. من الان وسط کلی درخت بلند قامت در حال تجربه حال و هوای فیلم لاستم. استوری استودیو تشکیل شده از گروهی هنرمند و تکنیسیان که داستانهاشون رو با کمک واقعیت مجازی میگن. لاست ماجرای یک دست مکانیکیه که داره دنبال رباتی که بهش تعلق داره میگرده. توی فیلم وی آر مثل همین لاست، این بیننده است که تصمیم میگیره کجاها باید بره. بنابراین فیلمساز باید برای همه حالتهای ممکنی که بیننده قرار انتخاب کنه انیمیشن رو بسازه. حالا میخواد اون کره ماه باشه یا کف این جنگل. از اونجایی که همه چیز ریال تایم انجام میشه، رندر کردن تصاویر هم همون موقع انجام میشه. بنابراین به هر نقطه که نگاه میکنین همون موقع تصاویرش رندر میشن. یه فیلم استودیوی پیکسار 24 فریم در ثانیه است و 90 دقیقه زمانشه. هر فریم رندر نهاییش 50 ساعت برای یه کامپیوتر طول میکشه، اما اینجا هر رندر 11 میلی ثانیه طول میکشه. به هر حال نتیجه نهایی واقعا جالبه و بیننده کاملا تو فیلم غرق میشه، گرچه هنوزم میخوان چشمه های بیشتری توش نشون بدن. جایی که میخوایم تیتراژ رو ببینیم تنظیم کردیم که یهو یه پرنده از بغل گوش بیننده بپره و آدم ها دوچاره این تصور میشن که نکنه کانی کردن که پرنده ترسیده و پریده. بعد صدایی که پخش میشه بیننده رو هدایت میکنه که به کجا نگاه کنه. فیلم دوم این استودیو به نام هنری هم به زودی بیرون میاد. هنری یه جوجه تیغی کوچولوی بامزه است که خیلی دلش میخواد یکی بغلش کنه. دنبال یه دوست میگرده، اما چون خیلی تیغ تیغیه کسی سمتش نمیره. اگه این تصاویر شما رو یاد کارهای پیکسار میندازه تعجب نکنین، چون خیلی از طرحهای اونا رو قرض گرفتن، همینطور از دریم ورس و شرکت‌های گیمینگ. اما اضافه کردن وی آر محدودیت‌هایی رو هم ایجاد کرده. همه ی اتفاقات به صورت خطی میفته و مهم نیست کجا رو نگاه میکنیم. شخصیت های فیلم بالاخره یه جایی در فضا خواهند بود. واقعیت مجازی توجه هالیوود رو هم به خودش جلب کرده. اسپایک جونز یه فیلم خبری وی آر ساخته. همراه با این هیجان زدگی نگرانی های هم وجود داره. فیلم لاست مورد انتقاد قرار گرفته که همه ی قابلیت های وی آر رو به خوبی به کار نگرفته. هنوز تکنولوژیش اونقدر پیشرفت نکرده و بهتر بود کمی خودمون رو محدود کنیم. اما قطعا با هر کار تازه‌ای که می‌سازیم امکانات جدیدتری رو به کار می‌گیریم و سعی می‌کنیم تجربه بیننده رو یه مرحله جلوتر ببریم و حقای جدید فیلمسازی رو کنیم که بیننده رو بیشتر جذب کنه. همین کارمون رو جالب می‌کنه اینکه در کنار فیلمسازی نوعی کار تحقیقاتی هم داریم می‌کنیم. هر امکان جدید رسانه‌ای چالش‌های خاص خودشو داره. شرکت آکیولس میدونه که مدت زیاد تماشای وی آر ممکنه سرگیجه و حتی تهوع ایجاد کنه و همین ممکنه باعث شه فیلم‌های واقعیت مجازی کوتاه بشن. اما با هر فیلم تازه در این پلتفرم واقعیت مجازی یه مرحله به هدف نهاییش که وارد کردن بیننده به یه دنیای جدید نزدیک‌تر میشه. اینکه شخصیت کارتونی به سمتتون نگاه کنه یه چیزیه و اینکه یه آدم واقعی مستقیم زل بزنه تو چشاتون و باهاتون ارتباط برقرار کنه یه چیز دیگه. دومی مثل لحظه پاگذاشتن انسان روی کره ماه میمونه یا مثل اولین تماس تلفنی در زمان گراهام بل. اوکولوس ریفت این امکان رو بهتون میده که دنیای مجازی پیرامونتون رو ببینید و بشنوید. کنترلرهای لمسی تازه هم این امکان رو فراهم میکنن که دستاتون با این دنیا تعامل داشته باشن. اما شاید یک راه بهتر سفر کردن به این دنیا این باشه که خودتون کاملا برین تو این دنیا و برای این کار باید به یک پوشش یا لباس ویژه مجهز بشید و برای رسیدن به این منظور شاید بهتره که به همکارمون مارک چزلک متوسل بشید. کمی بیرون از لس آنجلس محل شرکتی به نام کنترل وی آر. اونا شریک هستن با رادیوس، شرکتی که تولید کننده لباس ها و تجهیزات موشن کپچره و به واسطه این شراکت اونا کیت موکپ رو که در اصل برای تولید فیلم‌ها و گیم‌های پرخرج استفاده میشه در واقعیت مجازی به کار میگیرن. این لباس موشن کپچر از سر تا پا مجهز شده به انواع ترکر و دستگاه‌های تشخیص دهنده حرکت و من هم قصد دارم که امتحانش کنم. از چه جور سنسورهایی داره روی این استفاده میشه؟
این رو خودش سه تا واحد سنجش اینرسی داره که میشه سه تا ژیروسکوپ، سه تا مگنتومتر و سه تا اکسلرومتر. اینا به دقت حرکات منو ترک میکنن و ردشون رو میگیرن. از اون حرکات بعداً میشه واسه به حرکت درآوردن یه کاراکتر انیمیشن یا آواتار استفاده کرد. خب الان آواتار منو داریم در تصویر که چقدرم شبیه خودمه. این تیم با استفاده از تجهیزات و قطعات الکترونیکی موجود در بازار کلی در هزینه های استفاده از لباس های موشن کپچر صرفه جویی کردن و برای این تکنولوژی کاربردهای تازه‌ای پیدا کردن. ما یه تکنولوژی رو که تا پیش از این در دسترس مصرف کننده ها نبود و قیمتش بیش از 50,000 دلار بود به سطحی رسوندیم که نهایتاً با چند صد دلار قابل تهیه است، طوری که به سهولت میشه توسط اون حرکات فیزیکی بدن رو وارد دنیای مجازی کرد. خب وقتشه که لباس موکب رو دراریم از تنمون و بریم سراغ این تشکیلات VR. خب حالا قراره چی ببینیم؟ این در واقع یه نمونه متحول شده از همون لباس موشن کپچریه که قبلا پوشیده بودم. به همین خاطر همه اون سنسورهایی که تو لباس موکب کل بدنم رو پوشونده بودن اینجا هم هستن. من الان وصلم به آکیولس ریفت. موقعی که میذارمش رو سرم میتونم دستامو ببینم جلوم. راستش حس خیلی غریبی دارم وقتی که میتونم دستامو داخل فضای مجازی ببینم. میتونم انگشتامو حرکت بدم و کاملا بازشون کنم و اونا هم به طور مناسبی واکنش نشون میدن. یه تعداد موکب اینجاست. معمولا ما عادت داریم که کنترل بازی‌ها رو در کامپیوتر یا کنسول از طریق کیبورد و ماوس یا جویپد انجام بدیم. این طبیعی ترین شیوه ارتباط و کنترل در دنیا، حالتی که کل بدن تبدیل شده باشه به یک کنترلر. با این حال عجیبه که یکم زمان میبره تا آدم بهش عادت کنه. بذارش اونجا. قدم بعدی برای این تکنولوژی اینه که بازخورد لامسه‌ای یا فورس فیدبک هم درش گنجونده شه، طوری که به فرض من بتونم چیزی رو که در دنیای مجازی بهش دست میزنم واقعا احساسش هم بکنم. این مهمه که بتونیم برسیم به یه فورس فیدبک درست و حسابی. در نهایت ایدمون اینه که بتونیم این احساسی رو که در زندگی تجربه کردیم در دنیای مجازی هم داشته باشیم. مثلا اینجوری که اگه یه سگ رو نوازش کردیم موهاشو بتونیم حس کنیم. به نظر خودم رسیدن به این سطح از تکنولوژی در دهه آینده میسر میشه و معتقدم که از سال آینده شاهد کارکردهای مفیدش خواهیم بود. دیولپرها همین الان هم در حال تهیه و تولید اپلیکیشن هستن برای این کیت که انتظار میره در سال 2016 وارد بازار بشه. مهمترین خبرساز هفته مایکروسافت بود که ویندوز 10 رو عرضه کرد. اون هم مجانی، البته برای صاحبان ویندوز 7 و 8.1. الان وارد جزئیات این نسخه جدید نمیشیم چون قرار هفته آینده به طور مفصل بهش بپردازیم. این هفته همینطور خبردار شدیم که نزدیک 1 میلیارد گوشی اندرویدی به خاطر یک باگ در سیستم عاملشون در معرض هک قرار دارن. نقطه ضعفی در سیستم عامل باعث میشه هکرها بتونن با ارسال یه ویدیو یا عکس به داده‌ها در گوشی دسترسی پیدا کنن. البته خبر خوب اینه که گوگل مشکل رو برطرف کرده و کاربران باید هر چه زودتر سیستم عاملشون رو بروز کنن. این هفته آمازون پیشنهاد کرد پهپادها حریم هوایی مختص به خودشون رو داشته باشن. نوکیا سعی کرد با یک دوربین واقعیت مجازی خودش رو از نو بسازه و در سان فرانسیسکو با فناوری نانو یک پوشش جدید روی دیوارها آزمایش شده که قراره با ادرار کردن در خیابان مقابله کنه. در هفته‌ای که گذشت بیش از 1,000 دانشمند خواستار ممنوعیت استفاده نظامی از هوش مصنوعی شدند. اونا در یک نامه سرگشاده هشدار دادن که این فناوری ممکنه بدون دخالت بشر توسعه پیدا کنه. نمایش نسخه تازه فیلم ترمیناتور ابعاد ترسناکتری هم به این نامه داده. و این هفته برای نخستین بار یک کامپیوتر داوری یک بازی حرفه‌ای بیسبال رو به عهده گرفت. تیم نوردرن کالیفرنیا ماینر لیگ در یک بازی تجربی اجازه داد یک کامپیوتر به کمک دوربین‌ها و حسگرهایی که محل توپ رو کاملا زیر نظر داشتن گل‌ها رو تایید کنه. این سیستم ظاهراً خیلی دقیقه و با میزان خطایی در حد 2.5 سانت کار میکنه. البته این تیم اعلام کرده فعلاً قصد بازنشسته کردن داورها رو نداره. دوچرخه تاشو وسیله به درد بخوری برای دوستداران سفرهای درون شهری، اما دوچرخه تاشو برقی مطمئنن وسیله به درد بخوری برای دوستداران سفرهای درون شهری تنبله.
این دوچرخه که اسمش هست ای بایک به دست سر کلایف سینکلر سازنده کامپیوترهای 1080 ZX اسپکتروم طراحی شده. حدوداً 10 سال پیش بود که ای بایک عرضه شد تا اینکه صاحب یک موتور الکتریکی یا برقی شد و پس از اون بود که عنوان کوچکترین ای بایک دنیا برازنده شد. وزن این دوچرخه فقط 12 کیلوگرمه. قابلیت تا و فشرده شدنش باعث میشه تا بشه توی هر فضای تنگی جا بشه. چون چرخای این دوچرخه کوچیکه و دستم کوتاهه، با توجه به اینکه یک باتری هم داره سرعت اضافه میکنه، مقدار کنترلش موقع چرخیدن مشکله. ممکنه که به هر حال فرد هدایت کننده این به مشکل برخورد بکنه. باتری جدا شدنش برای سواری حدوداً 25 کیلومتر کشش داره و تا 20 کیلومتر بر ساعت هم سرعت میگیره. این رو باید بگم که نسبت به بقیه دوچرخهای برقی که دیدم و آزمایش کردم چندان راحت نیست، اما خب طراحی خاصش اون رو خیلی قابل حمل کرده. یه دوچرخه کوچیک همیشه با دوچرخه بزرگ که چرخهای 26 اینچی داره تفاوت داره. برای اینکه مجبور نباشین به خاطر کوچیکی چرخها خیلی تند رکاب بزنین، ما از فناوری دوزنجیری استفاده کردیم و اینجوری به ازای هر یه بار رکاب زدن چرخها چندین دور میچرخن و این مثل دنده عوض کردن هم عمل میکنه. الان کلی دموهای جذاب و عالی برای VR ساخته شدن با این هدف که من و شما رو به این فناوری علاقمند کنند. نمونهش دموی HTC Vive بود که هفته پیش نشونتون دادیم. صرف نظر از کاربردهای احتمالی واقعیت مجازی در آینده، این رو میشه با اطمینان گفت که گیمینگ اولین و مهمترین ورطه یک این فناوری باید در اون شروع به درخشش کنه و از قرار معلوم هنوز سازوکار مناسبی براش مهیا نشده. در ملاقاتی که هفته پیش از بوسا استودیوز داشتم، قرار بود که برای VR یک گیم جم برگزار کنن، به این معنا که کلی دیولپر رو یک جا جمع کنن به صرف پیتزا تا ایده هاشون رو مطرح و پیاده سازی کنن. این دختر پسرها به زودی به کارشناس گیمای واقعیت مجازی بدل میشن. این 10 تیم 36 ساعت وقت دارن که یک گیم با یکی از این سربندا بسازن. سال دیگه فروشگاه ها پر میشه از سربندهایی مثل این. اما چه گیم هایی قراره باهاشون بازی کنین؟ واقعیت مجازی یه چیز خیلی جدیده. باید کاملا از نقطه صفر شروع کرد و روش فکر قبلیتون رو باید بندازین دور. باید با رویکردی کودکانه سراغش رفت و با آزمون و خطا راه و روش درست رو پیدا کرد. با رسیدن به انتهای 36 ساعت مقرر و کلی کدنویسی، نهایتاً 10 گیم واقعیت مجازی جدید خلق شدن. تو یکی با خرس روبرو میشین؟ تو یکی باید رفت بالای یه ماشین؟ یه جا آشپزی میکنین؟ از تونل رد میشین؟ و اگه مواظب نباشین میخورین به دیوار؟ یا توسط پنگوئن ها محاصره میشین؟ بیشتر این گیم ها از لحاظ کارهایی که باید انجام بدین خیلی به هم شبیهن و اغلبشون سعی میکنن توی محیط محدود شما رو سرگرم کنن. یکی یه حصار دورتون میکشه و یکی هم یه محدوده طبیعی مثل دریا داره. اما یه بازی به اسم هاتون گاردن هایست سعی کرده از همه فضای اتاق استفاده کنه. به لحاظ منطق گیم خیلی چیز ابتدایی و ساده ایه. اینکه شما باید همش روی زمین باشین و در حال خزیدن و این حسو داره که دارین داخل یه شکاف سینه خیز میرین. اینا قدم های اول در عرصه گیم های واقعیت مجازی هن. بازی هایی که به اندازه گیم های موجود در پلتفرم های فعلی جالب و جذاب هن. اما شاید هنوز باید منتظر گیمی باشیم که بتونه مخاطب عادی رو هم به این پلتفرم جدید جذب کنه. این روز همه جا دارن درباره VR یا واقعیت مجازی حرف میزنن. ما هم کلی از برنامه‌هامون رو به این موضوع اختصاص دادیم. هدست های واقعیت مجازی رو میشه برای گیم، دیدن فیلم یا حتی شبیه ساز رانندگی به کار برد. مثلا فکر کنید که دارید در دنیای مجازی پشت فرمون دوروبر یک دره عمیق رانندگی میکنید. اما چیزی که مسلمه اینه که هرگز نمیشه با یک ماشین دوروبر یک دره واقعی رانندگی کرد. چون دیوانگیه.
تصور کنید که دارین با ماشینتون میرونید، اما به جای دیدن دنیای اطراف یه سری تصاویر فضایی میاد جلو چشماتون. در اصل مثل اینه که درگیر گیمی باشید که باید با رانندگی بازیش کنید. ما این ماشین رو روندیم در حالی که توسط یک هدست آکیولس در یک فضای واقعیت مجازی بودیم، یا به عبارتی در پیستی که اونا طراحی کرده بودن که هم موانع ثابت داشت، هم متحرک و هم موانع در حال پرواز. توی یک کلام مثل یک گیم رانندگی بود که باید تمومش میکردم. چیزای مختلفی جلوی راهتون سبز میشن و موانع دیگه هم هستن که یهو از داخل زمین سر در میارن. بنابراین مت در حین رانندگی با همه این موانع جور و جور باید سر و کله میزد، به این معنا که باید با مانورهای مناسب از برخورد ماشینش با موانع موجود در گیم جلوگیری میکرد. اینش جالبه که وقتی شما داخل یک گیم تصادف میکنید، طبعا ماشینی که سوارشین که به طور فیزیکی به جایی اصابت نکرده، ولی مغزتون اون واقعه رو به شکل تصادف میبینه. به همین خاطره که واکنش آنی شما ترمز کردن شدیده، چون تصور میکنید که دارید به یه چیزی برخورد میکنید. داخل گیم از مسیر منحرف میشم و میرم قاطی باقالیا، در حالی که در واقعیت همه چی رو به راهه. دیوونه بازی غریبیه. البته در حین کار آدم کمی هم دچار تهوع میشه. ما با یه راشماستنگ مدل 2015 شروع کردیم و همه اطلاعات دیجیتالی رو که میتونستیم ازش بیرون کشیدیم. چیزایی مثل شدت فشار روی پدال گاز و ترمز و زاویه چرخش فرمون تا در نهایت خود ماشین تبدیل بشه به یک کنترلر. ما هم روش جی پی اس داریم و هم IMU که چیزی شبیه به همون شتاب سنجایی که روی گوشی ها میذارن تا جهت حرکت شما رو بفهمه. بنابراین گاز و ترمز و فرمون ماشین در دستای راننده تبدیل میشن به یک کنترلر ایکس باکس یا پلی استیشن که توی گیم ها استفاده میشن. پدال گاز و ترمز و فرمون ماشین همشون کنترلر گیمی هن که هم ماشین هم رانندش رو وسط یه دنیای مجازی قرار داده. ایده جنون‌آمیزی، از این بابت مطمئنم. فریچیو اولین قابیه که فضای پشت گوشی رو که در حال حاضر ازش استفاده نمیشه تبدیل میکنه به یک کنترلر گیم. یعنی علاوه بر این که از گوشی محافظت میکنه، میتونه همزمان یک کنترلر در اختیار خوراهای بازی قرار بده که دوست ندارن موقع بازی انگشتاشون نمایشگر رو بپوشونه. این قاب یک کنترلر واکنشگرا است، یعنی با توجه به فشاری که انگشتان بهش وارد میکنن واکنش نشون میده و برای این کار از فناوری تازه‌ای برای حسگرهاش استفاده میکنه. این دستگاه از فناوری NFC برای رد و بدل داده و انرژی استفاده میکنه که باعث میشه بدون ارتباط مستقیم فیزیکی و فقط با جا زدن تلفن روشن و با جدا کردنش خاموش بشه. انوش توکلی و امیر شادمند سازندگان این کیس باریک هستند که در اندازه یک قاب معمولی ساخته شده. چرا فقط برای یک گوشی؟ یعنی این گوشی سونیه. برنامه شما برای اینکه گوشی‌های دیگه داشته باشید هست؟ اصلا برنامه‌ای دارید برای این، یا اینکه قرار فقط رو همین گوشی مطرح بشه؟ اینکه چرا با سونی شروع کردیم، به خاطر اینکه یکی از زمانی که ما نمونه سازمون رو شروع کردیم، یکی از گوشی‌های بودش که بین کسایی که گیم بازی می‌کنن خیلی پرطرفدار بود. منتها برنامه ما این هستش که برای گوشی‌های دیگه اینو توی بازار بدیم. الان محصول ما به خاطر اینکه با تکنولوژی NFC کار میکنه روی گوشی‌های اندرویدی کار میکنه و ما هدفمون این هستش که روی گوشی‌های فلگشیپ مارکت اندروید وارد بازار بشه. خب پس بذار بپرسم، چرا فقط اندروید؟ چرا نمیخواید مثلا با اپل کار کنید؟ یا با گوشی‌هایی که مثلا ویندوز بیس هستن؟ بله. گوشی‌های ویندوز بیس اینی که ما اولین انتخابمون نیست، به خاطر اینکه توی بازار خیلی سهم بزرگی ندارن. با اپل ما میخوایم کار بکنیم، منتها مسئله اینه که تکنولوژی NFC که اپل در آخرین گوشش گذاشته همچنان بسته هست و دسترسی به API‌اش نیست. اون انرژی هاروستینگ رو ما هنوز نمیتونیم استفاده کنیم. اگر به محض اینکه اپل اون رو آزاد کنه قطعاً سراغش خواهیم. اپل دیگه. بله. امیر بگو که کی به بازار میاد، یعنی خب مردم کی میتونن اینو ببینن و تو مارکت بخرن ازش؟ برنامه ریزی که ما داریم میکنیم اینه که الان داریم با سرمایه گذارا صحبت میکنیم و اینو ببریمش برای تولید. امیدواریم که بتونیم در اوایل سال میلادی 2016 بیاریمش توی بازار. و فکر میکنی قیمتش حدوداً چقدر بیاد؟ قیمتی که برای توی مارکت پیش بینی کردیم هلوهوش 40 پوند هست.
اما امکانی رو سازندگان این کسب بهش اضافه کردن تا بتونه اون رو کاربردی تر کنه و اون استفاده ازش در مواردی غیر از گیمه. یکی از ابزارکایی که فریچیو باهاش ارتباط برقرار میکنه اسفیروه و کاربرد دیگرش هدایت پهپاد که این روزها جزو ابزارکای محبوب خیلی ها به حساب میاد. به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو تو وبسایت ما ببینید که نشونیش هست bbcpersian.com/click. با ما در تماس باشید از طریق ایمیل persianclick@bbc.co.uk، از روی توییتر با شناسه @persianclick و همینطور از طریق صفحه فیسبوک ما که نشونیش هست facebook.com/persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد و موضوعات جدید، بدرود و خدا نگهدار.